ریلیتیو کلاس یکی از موضوعات بسیار مهم گرامر زبان انگلیسی است که در آزمون‌ها و امتحانات بین المللی زبان انگلیسی نیز بسیار کاربرد دارد. این درس به درخواست تعدادی از مخاطبان کانال یوتیوب و زبان آموزان کلاس حضوری ثبت شده است. اگر شما هم در موضوع خاص زبان انگلیسی مشکل دارین و یا می‌خواین موضوع خاصی را بیاموزین، لطفاً در کامنت‌ها بنویسید. در پلیلیست کلاس انگلیسی شما به درس‌های پرداخته میشه که شما درخواست میکنید. سلام، شگفت شریفی هستم. به چینل ایزی لرنینگ خوش آمدید. ریلیتیو کلاس چی است؟ ریلیتیو کلاس که به آن ادجکتیو کلاس هم گفته میشه، یک دیپندنت کلاس، یعنی یک کلاس وابسته است که دارای فاعل و فعل میباشه، اما نمیتونه به عنوان جمله مستقل عمل کنه. یعنی برای ای که مفهوم کامل را منتقل کنند نیاز داره که به یک کلاس دیگر وصل شد. ریلیتیو کلاس در جمله نقش ادجکتیو را داره و درباره اسم اطلاعات بیشتر را به ما میده. و چون مثل یک ادجکتیو در جمله عمل میکنه، به آن ادجکتیو کلاس هم گفته میشه. به یاد داشته باشید که ریلیتیو کلاس با یک ریلیتیو پروناون شروع میشن. اما ای که ریلیتیو پروناون های ما کدام ها هستن، ما ای را در ادامه برای شما توضیح میتیم. اما در ابتدا بیایید چند مثال راجع به ریلیتیو کلاس را با هم ببینیم. مثال اول: The man whom she married is a doctor. دوست عزیز، با توجه به توضیحاتی که راجع به ریلیتیو کلاس داده شد، آیا شما میتونین ریلیتیو کلاس را در جمله پیدا کنین؟ ریلیتیو کلاس دارای چند تا ویژگی است که اگر او ویژگی ها شما بدانین، میتونین به راحتی ریلیتیو کلاس را در جملات تشخیص بدین. ویژگی اول ریلیتیو کلاسی است که با یک ریلیتیو پروناون شروع میشه. حالا ریلیتیو پروناون در جمله هم است. پس بخشی جمله که بعد از هم میایه او ریلیتیو کلاس ما هست. ویژگی دومشی است که دارای سبجکت و ورب می باشن. حالا بعد از ریلیتیو کلاس ببینیم که سبجکت و ورب داریم. بله، شی سبجکت ماست و مریت ورب ماست. پس انمی ریلیتیو کلاس ماست، چون در ابتدا با ریلیتیو پرناون شروع شده و دارای سبجکت و ورب می باشن. ویژگی سومش همی است که یک dependent کلاس است. یعنی اگر ما این بخش جمله را از بخش بعدی جمله جدا کنیم، مفهوم کامل را به ما منتقل نمی کنه. فرض کنیم که the man is a doctor در جمله نباشه و ما فقط داشته باشیم whom she married. آیا مفهوم کامل را ازش می گیرین؟ نه خیر، مفهوم کاملی نمی ته. فقط یک عبارت است. خب، ویژگی چهارمش همی است که درباره اسم و ما توضیح میده، به ما اطلاعات بیشتری را در مورد اسم میده. اگر ما این جمله را بدون ریلیتیو کلاس در نظر بگیریم، یعنی اگر ما whom she married را نداشته باشیم و فقط داشته باشیم the man is a doctor، یعنی مرد دکتر است، آیا اطلاعاتی را که درباره مرد میده کافی است بر ما؟ نه خیر، اطلاعاتی را که درباره مرد داده کافی نیست و برای ما تشخیص ای که درباره کدام مرد صحبت می کند سخت است و بر ما سوال خلق می شه که کدام مرد؟ The man is a doctor؟ مرد دکتر است. ما می گیم که کدام مرد؟ ای مشخص نیست. ولی وقتی که ریلیتیو کلاس را به جمله خود اضافه می کنیم، بر ما مشخص می شه که در مورد کدام مرد صحبت میکنیم، چون ای در مورد چون ریلیتیو کلاس درباره اسم یا درباره ای مرد توضیح بیشتر میده. حالا کدام مرد دکتره؟ whom she married، the man whom she married، یعنی مردی که او خانم همراهش ازدواج کرده دکتر است، نه هر مردی، فقط مردی که او خانم همراهش ازدواج کرده دکتر است. حالا بر ما مشخص شد که کدام مرد دکتر است. The house which we rented is near the beach. خب، در این جمله relative clause ما which we rented هست، به خاطر که which relative pronoun ماست و subject ما we were rented هم verb است. این یک relative clause هست. حالا اگر ما در این جمله relative clause را نداشته باشیم، جمله ما بر ما تشخیصی که در مورد کدام خانه گپ میزنیم مشکل میشه. The house is near the beach، میگه خانه نزدیک ساحل است. خب شما امکان داره بپرسیم که کدام خانه؟
و relative clause ده اینجا به کمک ما میرسه و توضیح میده در مورد او خانه ای که ما صحبت میکنیم. کدام خانه؟ The house which we rented. یعنی خانه ای که ما کرایه کرده بودیم. نزدیک ساحل است. I hate the dog that bite me. That bite me relative clause ماست چون با relative pronoun that شروع شده و ببینیم که subject و verb ما کجاست. بله verb ما bite هست اما subject ما کجاست. دوست عزیز در اینجا that هم نقش subject رو داره و هم نقش relative pronoun رو داره. That bite me. I hate the dog. من نفرت دارم از سگی که. از کدام سگ؟ That bite me. سگی که مرا گزیده. که مرا گزیده ای اطلاعات بیشتر است در مورد سگ. She is the nurse who saved my life. خب who saved my life relative clause ماست چون با relative pronoun who شروع شده. و who در اینجا هم نقش relative pronoun را داره و هم نقش subject را چون ما subject دیگری در این کلاس یعنی در این relative clause نداره و save هم verb ماست. She's the nurse. او نرسی است. کدام نرس است؟ Who saved my life. کسی که زندگی مرا نجات داده. پس who saved my life اطلاعات بیشتریه که در مورد نرس داده شده. اگر تا اینجا درس برایتان مفید بود لطفاً ویدیو را لایک کنید تا به دست افراد بیشتری برسد. در این قسمت با هم relative pronoun ها رو میخوانیم. همانطور که گفتیم relative clause همیشه با یک relative pronoun شروع میشه و این relative pronoun ها میتونه جایگزین یک اسم، یک عبارت اسمی و یا یک ضمیر شد. relative pronoun هایی که به افراد رجوع میکنن عبارتن از who, whom و that. relative pronoun هایی که به اشیا، اجسام و حیوانات رجوع میکنند عبارتن از which و that. و relative pronounی که به مالکیت رجوع می کند عبارت است از whose. برای حمایت از ما لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید. خب اول شروع می کنیم با relative pronoun who. relative pronoun who به افراد رجوع می کند و آن را می توانیم هم به عنوان subject و هم به عنوان object در relative clause استفاده کنیم. دوست عزیز در این قسمت شما نه تنها استفاده از relative pronoun رو یاد میگیرین بلکه نحوه وصل کردن دو جمله جدا از هم را با استفاده از relative pronoun هم بلد میشین. چگونگی وصل کردن دو جمله جداگانه توسط relative pronouns از جمله مسائلی است که اکثر زبان آموزان با آن مشکل دارن. این یک فرمول خیلی راحت داره که اگر با دقت این قسمت از درس رو دنبال کنین آن را یاد میگیرین. اگر ما این دو جمله را داشته باشیم و ما بگوین که دو جمله را با استفاده از یک relative pronoun به هم وصل کنید ما باید چیکار کنیم؟ در قدم اول ما اسم خود را پیدا میکنیم. میبینیم که اسم ما در کدام یک از این دو جمله قرار دارد. جمله اول را با هم میخوانیم. Tom is my brother. خب ما در مورد کی صحبت میکنیم؟ در مورد Tom. پس Tom اسم ماست اینجا. حالا قدم بعدی است که شما در جمله دوم باید به دنبال کلمه ای باشید که به تام اشاره داره. حالا در جمله دوم ما چی است؟ He is wearing a red hat. حالا کدام کلمه به تام اشاره داره؟ He یعنی کی؟ He یعنی تام. پس قدم بعدی یا استپ بعدی است که ما He را با یکی از relative pronoun های مناسب جایگزین کنیم. حالا relative pronoun مناسب هی چی است؟ Who. چون هی یک انسان هست. یک شی یا یک حیوان نیست. پس برش ما از who استفاده می کنیم. البته برای انسان that و whom هم استفاده می شود. ولی چون ما در اینجا فقط در مورد who صحبت می کنیم ما هی را با who جایگزین می کنیم. Who is wearing a red hat. خب در ابتدا اسم خود میاریم. بعد از اسم ما باید relative clause خود بیاریم. relative clause کدام یک از این جمله هاست؟ جمله دوم. چرا؟ چون جمله دوم با relative pronoun شروع شده. بنابراین ما relative clause خود میاریم که عبارت است Who is wearing a red hat. جمله دوم ما. حالا باقی مانده جمله اول. در جمله اول ما فقط Tom رو گرفتیم اما Is my brother را
is my brother من. چون بعد از Tom ما دفعتاً relative clause خود آوردیم و باقی مانده جمله ماند. پس در آخر هم باقی مانده جمله is my brother. Tom who is wearing a red hat is my brother. به همین راحتی ما تانستیم این دوتا جمله را با استفاده از relative pronoun به هم وصل کنیم. حالا مثال دیگر با هم میبینیم. I like the woman. I meet her yesterday. خب بازم در قدم اول ما باید اسم خود را پیدا کنیم. اسم ما چی است؟ Woman. در جمله اول ما woman را داریم. در جمله دوم ما باید دنبال کلمه ای بگردیم که به woman اشاره داره. I meet her yesterday. کدام یک از این کلمه ها به woman اشاره داره؟ I meet یا her یا yesterday. بله. Her. Her اشاره به woman داره. درسته؟ حالا ما باید هر را با یک ریلیتیو پرناون مناسب جایگزین کنیم. ریلیتیو پرناون مناسب هر چیه؟ Who. I meet who yesterday. آیا درسته که بگویم I like the woman, I meet who yesterday؟ نه خیر، درست نیست. پس باید چی کار کنیم؟ باید جای who را تغییر بدیم. برای وصل کردن این دو جمله در قدم اولی است که ما جمله اول خود را در اینجا میاریم. چرا ما تمام جمله را آوردیم؟ به خاطر که اسم ما در آخر جمله قرار داشت، در آخر جمله اول ما قرار داشت. بنابراین تمام کلماتی که قبل از اسم ما آمده را هم در جمله حفظ میکنیم. نیاز نیست که اونا را شما دلیت کنین و فقط woman را بیارین، در اون صورت اشتباه میشه. بنابراین تمام کلماتی که قبل از اسم میاره را هم شما حفظ میکنین. چرا در مثال اولی که زدیم ما فقط تام را آوردیم اما بقیه جمله را نآوردیم؟ به خاطر که اسم ما در اول جمله قرار داشت و ما نیاز نیست که کلماتی که بعد از اسم می آید را بیاریم، اما کلماتی که قبل از اسم می آید را ما باید در جمله حفظ کنیم. پس I like the woman، بعد از چون woman اسم ما هست، بعد از اسم ما چی را میاریم؟ relative clause. relative clause ما چی بود؟ Who I meet yesterday. گفته بودیم که هو را ما از وسط پس میکنیم و ایر در ابتدای کلاس قرار میدیم. پس ای در ابتدای relative کلاس آمده. Who I meet yesterday. I like the woman who I meet yesterday. برای یادگیری حروف تعریف در انگلیسی با ویدیویی که لینکش را در بالای صفحه گذاشتم مراجعه کنید. Relative pronoun بعدی that هست. That هم برای افراد و هم برای اشیاء استفاده میشن و در relative کلاس هم به عنوان subject میان و هم به عنوان object. حالا این دو جمله را ما توسط relative pronoun به هم وصل می کنیم. جمله اول I hate the dog. خب اسم ما چی است؟ The dog. حالا در جمله بعدی ما به دنبال کلمه می گردیم که به این اسم اشاره داشته باشه. جمله بعدی چیه؟ The dog bite me. کدام کلمه در اینجا اشاره به the dog داره؟ دوباره the dog. حالا ما the dog را با یک relative pronoun مناسب جایگزین میکنیم. حالا relative pronoun هایی که برای حیوانات استفاده میشه عبارتن از that و which. هر دوش میتونه جایگزین the dog شوه، اما چون ما در مورد that صحبت میکنیم، بنابراین the dog را ما با that جایگزین میکنیم. حالا برای وصل کردن دو جمله با هم ما چکار میکنم؟ تمام جمله اول خود را نوشته میکنم، یعنی جمله اول را تا جایی من نوشته میکنم که به اسم خود برسم. چون اسم ما در آخر این جمله قرار داره، پس من تمام جمله را نوشته میکنم. حالا بعد از اسم خود من چی را میارم؟ relative clause خود. I hate the dog that bit me. relative clause میارم. جمله بعدی The movie was amazing. We watched it last night. The movie was amazing. اسم ما چیه؟ The movie. حالا در جمله بعدی کدام کلمه بعد The movie اشاره داره؟ We watched it last night. It یعنی The movie. خب. حالا it را من با that جایگزین میکنم و that را در ابتدای جمله میارم. از وسط جمله ایر برداشته در ابتدای جمله میارم. حالا برای وصل کردن این دو جمله ما چکار میکنم؟ ابتدا اسم خودم میارم.
باقمانده جمله اول رو نمیارم به خاطر که بعد از اسم من باید relative class خود قرار بدم. relative class من جمله دوم است. That we watched last night. گفتم که that ما قبل از we آوردیم. و بعد the movie that we watched last night چی ماند؟ باقمانده جمله اول که بود was amazing. Was amazing. خب دوستان عزیز، نکته بعدی بود که that ما میتونیم هم به عنوان subject و هم به عنوان object در relative class به کار ببریم. حالا با هم میبینیم که در کدام از این مثال ها به عنوان subject و در کدام مثال به عنوان object به کار رفته. در مثال اول I hate the dog that bite me، در اینجا that به عنوان subject به کار رفته. چرا؟ چون ما subject دیگری در این کلاس نداریم. اما در مثال بعدی the movie that we watched last night was amazing. That we watched last night. در اینجا that به عنوان object به کار رفته. چرا؟ چون ما یک subject دیگه داریم. Subject ما we هست. پس that به عنوان object به کار رفته. Relative pronoun بعدی which می باشد. Which به اشیا رجوع می کنه و در relative class هم به حیث subject و هم به حیث object میه. حالا بیایید این دو جمله را با هم توسط which به هم وصل کنیم. در جمله اول ما اسم خود را پیدا می کنیم. The computer suddenly crashed. خب اسم ما چیه؟ The computer. حالا در جمله دوم ما به دنبال کلمه می گردیم که به کامپیوتر اشاره داره. It was brand new. What was brand new? Computer. It. It یعنی computer. پس it اشاره به کامپیوتر داره. حالا ما باید ایت خودا با یکی از relative pronoun های مناسب جایگزین کنیم. خب relative pronounی که برای thing چون ایت thing است، برای thing relative pronoun هایی که استفاده میشه عبارتن از which و that. اما چون ما اینجا در مورد which گپ میزنیم، ما ایت را با which جایگزین میکنم. خب برای اینکه این دو جمله رو به هم وصل کنیم چیکار میکنیم؟ ابتدا ما اسم خودا نوشته میکنیم. ابتدا اسم خودا میاریم. بعد از اسم چی میایه؟ بله بعد از اسم relative class ما میایه. relative class ما چی بود؟ which was brand new، یعنی جمله دوم. در جمله دوم ما it را تبدیل به which کردیم و باقی‌مانده جمله which was brand new. و بعد از relative class ما چی میایه؟ ادامه جمله اول، چون suddenly crashed ماند از جمله اول، بنان ادامه جمله اول رو میاریم. The computer, which was brand new, suddenly crashed. The city was beautiful. I visited it last summer. بله. سیری چیه؟ اسم ماست. و در جمله دوم کلمه ای که به سیری اشاره داره چیه؟ it. پس ما it را با چی جایگزین میکنیم؟ با یکی از relative pronoun های مناسب که او which هست. حالا چیکار میکنیم برای وصل کردن دو جمله به هم؟ ابتدا اسم خودا میاریم، the city. بعد از اسم چی میاد؟ بعد از اسم relative class ما میاد. خب it در وسط جمله ما گفتنه میتونیم I visited which last summer، درست نیست. پس which را از اینجا برمیداریم و در ابتدای جمله دوم قرار میدیم. حالا جمله دوم را میاریم، which I visited last summer. چون it که تبدیل به which شده بود در ابتدای جمله قرار گرفته، یعنی پیش از I آمده و شده which I visited last summer. و بعد از این هم ادامه جمله اول was beautiful. The city which I visited last summer was beautiful. برای یادگیری کلمات پرسشی به این ویدیویی که لینکش را در بالای صفحه گذاشتم مراجعه کن. Relative pronoun بعدی whom می باشه. هم برای افراد استفاده میشه و در relative class فقط به حیث object میه. یعنی ما به عنوان subjectی را در relative class استفاده کرده نمیتونیم. حالا بیاین این دو جمله را با هم توسط هم فصل کنیم. در جمله اول ما به دنبال اسم خود میگردیم. Mr. Robinson is a famous inventor. اسم ما Mr. Robinson هست. حالا در جمله دوم به دنبال کلمه‌ای می‌گردیم که به مستر رابینسون اشاره داشته باشه که عبارت است از him. حالا ما him را با یکی از relative pronoun های مناسب جایگزین می‌کنیم. Relative pronoun هایی که میتونه جایگزین اسم انسان شوه اونا عبارتن از who, that و whom. that را ما نمیتونیم استفاده کنیم و دلیل شما در ویدیوهای بعدی براتون توضیح میتوم. اما میمانه whom و who.
هر کدام از اینا رو که جایگزین هم کنیم درست است. به اینجا من هم را با هم جایگزین میکنم. خب هم را با هم جایگزین کردم و حالا هم را به کجا میارم؟ قبل از سبجکت خود قرار میتونم. چون گفته نمیتونیم I meet whom at the trade fair. باید whom را در ابتدای جمله قرار بدیم. شما میدانید که relative clause با relative pronoun شروع میشه. پس relative pronoun باید در ابتدای جمله باشه نه در وسط جمله. حالا برای وصل کردن این دو جمله به هم من ابتدا اسم خودم میارم. اسم ما چی بود؟ Mr. Robinson. بعد از Mr. Robinson relative clause ما میایم. یعنی توضیحی که درباره مستر رابینسون بود. او توضیح چیه؟ هم I meet at the trade fair. من هم را در ابتدای جمله دوم قرار دادم شده هم I meet at the trade fair. ای relative clause ماست. حالا چی میمانه؟ باقی مانده جمله اول is a famous inventor. پس مستر رابینسون whom I meet at the trade fair is a famous inventor. The musician gave an amazing performance. I saw her in concert last night. خب اسم ما چی است؟ در جمله اول اسم ما musician هست. در جمله دوم کلمه ای که به musician اشاره داره او her است. I saw her in concert last night. You saw who? Her. Her کیه؟ musician. پس ما هر را با یک از relative pronoun های مناسب جایگزین میکنیم که در اینجا ما ای را با هم جایگزین میکنم. هم در وسط جمله است. ما ای را در ابتدای جمله قرار میدم. قبل از آی میارم. حالا برای وصل کردن دو جمله به هم ابتدا ما اسم خودم میارم. اسم ما چی بود؟ The musician. بعد از musician هم relative class خودم میارم. Relative class ما است whom I saw in concert last night. یعنی جمله دوم. حالا باقی مانده جمله اول gave an amazing performance. The musician whom I saw in concert last night gave an amazing performance. Relative pronoun بعدی whose می باشن. Whose به مالکیت رجوع میکنه و هم برای افراد و هم برای اشیاء استفاده میشه. یعنی چه مالک یک شخص باشه یا یک شی، در هر دو صورت برای بیان مالکیت ما از هوز استفاده میکنیم. حالا بیایید این دو جمله را به هم توسط هوز وصل کنیم. I know the woman جمله اول ماست و جمله دوم her husband was arrested. در جمله اول ما اسم خود پیدا میکنیم که the woman هست. حالا در جمله دوم کدام کلمه یا کدام کلمات به woman اشاره داره؟ Her husband. Her husband یعنی شوهر. شوهر کی؟ شوهر او زن. پس her husband اشاره به اسم ما داره. خب ما چیکار میکنیم؟ در این قسمت ما هر را با whose جایگزین میکنیم. خب برای وصل کردن این دو جمله به هم حالا چی شد؟ whose was arrested. ای relative clause ما شد. برای وصل کردن این دو جمله به هم من جمله اول را تا جایی نوشتم میکنم که به اسم خود برسم. چون اسم در آخر جمله اول قرار داره پس تمام جمله اول را نوشتم میکنم. بعد از اسم باید من relative clause خود بانم. Relative clause ما چیست؟ Whose husband was arrested. پس I know the woman whose husband was arrested. یعنی من زنی را که شوهرش دستگیر شده بود را میشناسم. The student won the science competition. His project was innovative. خب در جمله اول من اسم خود پیدا می کنم. اسم ماست the student. حالا در جمله دوم چی چیزی به the student اشاره داره؟ His project. His project. Whose project? The student's project. پس his project اشاره به the student داره و من his را با whose جایگزین می کنم. حالا برای وصل کردن این دو جمله به هم در ابتدا من اسم خودم میارم که the student هست. بعد از اسم relative clause ما میاد. Relative clause چی بود؟ جمله دوم که his تبدیل شده بود به whose. Whose project was innovative. His project شده whose project. Whose project was innovative. و بعد از این هم ادامه جمله اول. Won the science competition. The student whose project was innovative won the science competition. یعنی شاگردی که پروژهش خلاقانه بود برنده مسابقه علمی شد.
خب رسیدیم با آخرین درس. تشکر که تا آخر همراه ما بودید. خدا نگهدار.